بسم الله الرحمن الرحیم در درس 14 تجوید قرار داریم. در این درس ما می خواهیم که یک اندازه اضافه تر راجع به فتحه و کسره و دمک قبلا گفته بودیم شرح کنیم و در راجع به تنوین گپ بزنیم و راجع به شده گپ بزنیم و راجع به سکون گپ بزنیم. قبلا ما و شما در کلیپ های قبلی راجع به فتحه و کسره و دمه فهمیدیم که کسره طرف بالا تلفظ میشه، کسره طرف پایین و دمه روبرو یا پیش. حال ما امیر یک چیز را باید متوجه باشیم که وقتی که ما کسره را فتحه را تلفظ میکنیم، فتحه طرف بالاست، لبای ما باید باز بشه. وقتی که کسره را تلفظ میکنیم، لبای ما باید مثل که ما خنده میکنیم اینطور خنده شوه. و وقتی که ما دمه را استفاده میکنیم یا حرکت دمه را اجرا میکنیم، باید دان ما، لبای ما اینطور جمع شوه. من اینجا سعی کنین مثالش بر شما بدم که مثلا میگیم که حرف سی نداریم، س، وقتی که س میگم دان ما لبای ما باز میشه طرف بالا، اما آواز بالا میره اما لبای ما باز است. سی صدا پایین میره اما لبای ما مثل ازی که ما خنده میکنیم اینطور میشه. و سو صدا پیش میگیره و لبای ما اینطور کلوله میشه. حرف دیگر رو سعی کنین، جا لبا باز میشه، جی لبا کش میشه مثل که ما خنده میکنیم و جو مثل که کلوله میشه. اینمی پرکتس باید ما داشته باشیم. وقتی که ما حروف حرکاتش اجرا میکنیم باید به می رقم متوجه هم باشیم. مثالش ما یک چیز را برای شما بگیم. مثلا ما وقتی که سوره فاتحه را میخوانیم، پسان در درس 16 آدم ما پلان داریم که سوره فاتحه را انشاءالله شروع کنیم. وقتی که ما میگیم که ولضالین، وقتی که ما لین میگیم میبینین که ما کسره استفاده میکنیم. کسره لام یا نونه که ما استفاده میکنیم، علاوه از اینکه ما ای در طرف پایین به قسم به طرف یا تلفظ میکنیم، لبای ما باید هم اتر مثل خنده وار شوه، لین شوه. که بازی را پسان سرش میایم. تنوین مثل که ما در کلیپ پیشتر راجع به لام قمری و لام شمسی گفتیم که لام قمری ام نوشته میشه و ام خوانده میشه و لام شمسی نوشته میشه و خوانده نمیشه. تنوین هم همینطور یک چیزی است. تنوین نون ساکن است که نوشته نمیشه اما خوانده میشه. ما تنوین داریم، تنوین فتحه داریم، تنوین کسره داریم و تنوین دمه داریم. مثلا دو تا مثال اینجا سعی کنیم اینجا آوردیم. مثلا اگر ما قمران داشته باشیم، قمران، قمر امرای نون، قمران، ما ایره به تنوین نوشته میکنیم، به قسمی که نون دهش باشه نوشته نمیکنیم. مثلا قمرین، ما تنوین کسره میدیم و قمرون ما تنوین پیش میدیم. مثال دیگهش مثلا بیتن، بیتن بیت است، بیت و در آخرش یک نون است که بیتن میشه. ما وقتی که او را نوشته میکنیم، ما به حساب بیتن نوشته میکنیم، ایرا تنوین میدیم، در آخرش الف میدیم. و وقتی که ما هرگاه کدام وقتی ایرا تلفظ میکنیم و استاد میشیم، باز تنوین
فتحه را ما در الف استاد میکنیم، بیتا میگیم. بیتن اونه بمی رقم تنوین ما در کسره میتیم و بیتن تنوین ما در پیش میتیم. تنوین مطلبش از ایسته که نون ایسته که نوشته نمیشه اما تلفظ میشه. سر مشدد میریم. مشدد اخو میفهمین که ما قبلا هم گفتیم که از تشدید گرفته شده یا از شدت گرفته شده یا از دبل حروف گرفته شده، عینی چیز دبل استفاده میکنه. مثلا سکرین که ما در لفظ جلاله الله، ما در لامش ما علامه شدد داریم که باید لام مشدد باشه. الله، ببینین که در سر لام ما شدت نکنیم. در ربیکا در سر بای ربیکا ما چی داریم؟ شدت داریم. یعنی در حقیقت دو با هسته، یک بایش کته را گت میشه، یک رای دیگهش امرای حرکتش کته کف گت میشه که میشه ربیک. سر نام محمد صلی الله علیه و سلم میم اسم محمد صلی الله علیه و سلم که است، ای مشدد است. وقتی که ما تلفظ میکنیم محمد نمیگیم محمد، این را باید محمد همیش ما تلفظ کنیم، اینطور تیز تلفظ نمیکنیم، این باید سر شدت شود. و یا آخری مثالش، ما در سوره فاتحه ایاکه در سر یای ایاکه علامه شده است که مانع عزیزه که در اونجا دو یا است، یک یایش امرای الف یک جا میشه، یای اول سکون است و یای دوم حرکت داره. ایاکه که او اردوی ازی در حقیقت مد اصلی است، دو دانه مد اصلی پولو دا پولوس. ما به این خاطر بعضی چیزها را در مثال ها را از سوره فاتحه را زیاد اینجا میاریم که در درس بعدی ما راجع به سوره فاتحه میریم و او بر ما آسان تر باشه. و بخش آخری از این کلیپ خود ما راجع به سکون گپ میزنیم که ساکن چی را میگن. ما در اینجا دو قسم سکون در اینجا بیان میکنیم. یک سکونش که حرف ساکن اصلی است که در بین لغت میباشه یا در آخر لغت است یا در بین لغت، خب مطلب مربوط لغت است اما حرکت نمیداشته باشه، این ساکن اصلی میگن. یا سکون اصلی میگن. سکون دومیش که سکون عارضی است یا سکون سببی است که یا در آخر آیت می باشه یا در بین آخر وقتی که ما یک لغت استاد می کنیم خود ما حرکت از او را تلفظ نمی کنیم. مثلا در سکون اصلی ما میگیم سایکرین ال الف لام، در لام کس سکون است، در سر خودم تو علامه گک داره. الحم میم هم سکون است. وقتی که ما سر سکون میاییم تلفظ می کنیم سکون باید، یعنی که سرش سکون بکو، از مخرجش اخراجش بکو، تلفظ از مخرجش بکو اما حرکت نتش. مثلا سعی کنین ما میگیم الحمدو، ال سعی کنین مثلا لام سکون میکنم، الحمدو سر میم سکون میکنم، الحمدو. لغت دیگه انعمت ما ایتونه باید نگوییم که حرکت بگیره، مثلا تو بگوییم انعمت، ای باز حرکت گرفته، حرکت گرفت ای لحن جلی شد که ما در اول کلیپ گفته بودیم که لحن جلی نماز فاسد می سازه. ما باید وقتی که میگیم که انعمت باید سکونا را متوجه باشیم. در سر علیهم میبینیم که علیهم سکون داره و ای را باید متوجه باشیم. سکون عارضی یا سکونی که در سبب
سبب واقع می شودش. مثلا ما می خواهیم که بگویم که ملک یوم الدین در آخر استاد می کنیم. وقتی که استاد کردیم کسره نون دین استفاده نمی کنیم. ملک یوم الدین نمی کنیم. ملک یوم الدین استاد می کنیم. رب العالمین، رب العالمین نمی کنیم. رب العالمین استاد میکنیم. این را میگن سکون عارضی. امید است که یک برداشتی از این درس کرده باشین و در درس بعدی ما راجع به قرائات صحبت میکنیم و از موضوع قرائات که تیر شدیم انشالله سر سوره فاتحه میریم و بعدا به صفات حروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.